افتخار و احترام، عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم شبکه تیوی پلاس. خیلی خوش اومدیم به فصل دوم برنامه ریاکشن که قرار امشب میزبان یه سوپر استار پرطرفدار و محبوب باشیم. افتخار دادن آقای حامد بهتر. سال نوتون مبارک باشه. خیلی متشکرم. ان شاءالله که پر از خیر و برکت بشه. از طرف بنده هم بر شما مبارک باشه. قربونت برم. تبریک جایزه گلدن گلوبالتون هم که بعد بگیم و خیلی خوشحال شدیم بابت این اتفاق مخلص. و اینکه دوست داریم بدونیم که حس شما وقتی که داشتین اون جایزه مهمو دریافت می‌کردین چی بود؟ بدر. Congratulations to Hamid Behdad from the movie Blockage. The actor's performance transformed the character's frustration and anger into a breakdown, which not only reveals his fragility, but more importantly, the universal humanity. Congratulations, Hamid Behdad of Blockage. So Hamid walks home with a beautiful iconic reverso that's engraved with the MGGA logo on it. Congratulations. مهم رفاقت شماست. قربونت. مهم اگر کسی رو خوشحال کرده این جایزه است. ولی اون لحظه که رفتم اگر اتفاقی افتاده اون اصلا احساس خاصی نداشتم. اگر که افتخار میگم افتخار و سعادت دوستی با رفقاست. اگر رفقا دوستا و هر کدوم از تماشاگرای شما یا طرفدارای بنده خوشحال شدن اون منو خوشحال میکنه. ولی آقا ثابت شد که توی جشنواره فیلم فجر حق صدر اول و به ویژه شخص شما خورده شد. یعنی با این جایزه‌ای که گرفتین شما توی اون جشنواره مالزی. خب شاید اینجوری بوده باشه. فکر کنم تو تاله شما این حق خوریه نوشته شده. نه؟ خدا نکنه. نه، بالاخره تو کار سینما هم خیلی سال حق شما خورده شد. تو اوایل تاله هم شاید نوشتن. الانم که میگین حقوقمو نمیدادن و اینا. مهم نیست. مهم که هست. با خودتون حلش کردین دیگه. با خودم که حلش کردم. مثلا حل بوده. ولی واقعا چرا مهمه فکر میکنی؟ به من جواب صادقانه بده. چرا فکر میکنی؟ آدم زحمت میکشه به حقش برسه. به همه هم میدونن که حقش اینه. خیلی اتفاقا خیلی درد بزرگیه. خب من که فکر میکنم اوزام خوبه نسبتا. خدا رو شکر. یعنی اوزا رو خیلی خوب ارزیابی کردم. خانم رویا نهالی ناراحت نبودی؟ بابت این اتفاق چون توی هیئت داوران بودن دوست شما بودن. نه دوستی با ایشون ندارم، همکارشون هستم. بله. خیلی هم برای بنده بازیگر محترمیه و از کارشون هم بعدم نمیاد. شرایط داوری رو میدونم، میدونم که مطمئنم و میدونم که داوری همه اختیاراتش توی مشت داورا نیست. درست. یعنی میدونم که بهشون حق نمیشه. تجربه داوری دارم، فضاشو میتونم تقریبا معادل سنجی کنم و بگیرم. شنیدم از دوستان، از دوستانی، از دو تا دوست متفق القول شنیدم که یکی از کسایی که مخالف در واقع وضعیت این بوده که نقش سد معبر کانید بشه آقایی به اسم اکبر نبوی. بکنم شاید به هر دلیلی ممکنه، حالا از من خوشش نمیاد. یعنی از اون سال این اتفاق افتاده؟ ممکنه، ممکنه. ولی اینو شنیدم که ولی اینکه به گوش شما رسیده که قطعا صحت داره دیگه. صد درصد. آدم مطمئنی بهتون گفته. آره. واقعا آقا جشنواره فیلم فجر اینجوریه؟ یعنی که افتاده این اتفاق؟ خب به هر حال یه جشنواره حکومتی و دولتیه و میخواد که سمت و سوی خودش رو دنبال کنه. اگر رضا میرکریمی نبود این فیلم پروانه ساخت نمیگرفت، چه برسه به پروانه نمایش. به هر حال همیشون گفته بود که ما مخالفیم که این فیلم ساخته بشه، رضا میرکریمی داره حمایت میکنه. من همینجا برای اینکه ادای دینی کرده باشم به همکارام، از عوامل سازنده فیلم سد معبر خیلی تشکر میکنم، خاصه محسن قرایی و بعدش کسایی مثل باران کوثری که خب اون باعث این دوستی و همکاری شد. باران کوثری خیلی حمایت کرده. مثلا یادم میاد از کارهایی که کمک کرد من باشم روز سوم بود. بله. آره مدیونشم. یکی دیگه‌اش لطفاً مزاحم نشوید آقای عبدالوهاب بود که خیلی راضیم از اون کار توی کارنامه‌ام.
چند تو این چند وقت من چند تا گفتگو از شما خوندم و دیدم، این که میگفتین خیلی دیگه جایزه واسه تون جذاب نیست، هیچ وقت نبوده باور کن، همچنان اون ذوق و شوقو دارین خودتون؟ کار میکنم، از کار لذت میبرم، ولی اون تعیین کننده نبوده، به خاطر اینکه فکر میکنم اینکه تو بتونی این فرصت رو داشته باشی که قصه های مختلفی رو کار کنی، قصه هایی که بازگو کننده شرایط اجتماعی هستن و تو بتونی تأثیری بذاری، اون خیلی خوشحال کننده است. فیلم های خیلی بدی رو بازی کردم متاسفانه، که چون کارنامه من دوستش دارم، ولی اگه تو کارنامه کسی دیگه بود کلی ایراد روش میذاشتم، خب شاید اونا رو نباید کار میکردم، که امیدوارم بتونم از این به بعد با انتخاب بهتر نقد بهتری رو جامعه و افراد جامعه هم داشته باشم و خاص خودم، چون بازیگر خیلی اختیاری نداره، یه سری دیالوگی تو فیلم نامه میگه و تنها اختیارش اینه که یک فیلمی رو بازی کنه یا نه. اگر انتخاب های تو محدود باشن، خب گاهی اوقات فیلم بعدم توش هست، اما اگر حق انتخاب بیشتری داشته باشی میتونی که فیلم های بهتری رو بازی کنی و اونجاست که در واقع خط و مشی اجتماعی تو مشخص میشه که تو از کدوم قماش و از کدوم دست رسته بازیگر رو هستی. این چیزی که راجع به شما میگن صحت داره، این که میگن که حامد بهداد چون عضو گنگ یا گروه خاصی نیست یه ذره میتونیم محرومش بکنیم یا محدودترش بکنیم، سناریوهای خوبو بین خودمون پخش بکنیم، این یک تعریفه، ولی بعدها من به یه تعریف دیگه رسیدم. من متوجه شدم که اعتماد به نفس ارتباط برقرار کردن رو با افراد قوی ندارم. اول فکر میکردم که دوستشون ندارم یا ازشون بدم میاد، درست، ولی بعد دیدم آره ازشون بدم میاد، ولی این برمیگره به نقطه ضعف من. من توانایی ارتباط برقرار کردن با افراد مقتدرتر رو ندارم. دوستانی رو دیدم یا همکارانی رو دیدم که چگونه برای جذب نقش خوب رفتن تست دادن، امتحان دادن و خودشون رو در معرض آزمایش قرار دادن در طول سالیان و از غرورشون گذشتن، یا بهتر بگم پا رو ترسشون گذاشتن، اما من برای این معاشرت و برای این نوع مراوده های اجتماعی ساخته نشدم. فکر میکنم اعتماد به نفسشو ندارم، ترس دارم برم با آدمی که در واقع مسند داره یا گنگ و لابی داره برم حرف بزنم. اعتماد به نفس میخواد، بهت بگم بخشیش پاچه‌خواریه ولی بخشیش شجاعت میخواد، برای که تو بتونی با افرادی که رأس کار هستن و سر گردنه و مخروط فیلم نامه، قصه، ثروت، هزینه، برآورد اینا نشستن، که تو بتونی با اینا عذر میخوام ارتباط برقرار کنی، باید میزانی اعتماد به نفس داشته باشی. تجربی هم نگاهی که تو این سالا نسبت به حامد بهداد بوده، یا آدمی که زیر بار حرف زور نمیره؟ همچی برداشتی درباره شخصیت خودم ندارم، چون که خیلی هم زیر بار زور رفتم، خیلی هم بازم میرم و من فکر میکنم که زندگی تک تک ما معنی شده، یعنی به صورت موازی همه ما زیر بار زور هستیم. یعنی من توی این 44 سال تجربه‌ای که دارم نگاه میکنم میبینم که در هیچ زمینه‌ای به طور کامل حق و حقوقمون رو دریافت نکردیم، شهروند آزاده‌ای نیستیم. نه، من فکر میکنم که نه من بلکه همه ما زیر بار ظلم هستیم، ولی این ظلم صرفا شبیه یک کیسه گونی آرد یا سیمان نیست که میذاریم رو پشتمون و راه میریم. این ظلم روی اندیشه ما سوار شده و یک کیسه هم نیست، درسته، دو سه کیسه هم نیست، خیلی بیشتر از این حرف است. خیلی از مردم میان اعتراض میکنن که آقا مثلا چرا مثلا یه هنرمند، بازیگر، نقاش، خواننده چرا باید بیاد اظهار نظر بکنه؟ واقعا این حق طبیعی هنرمند هست که بیاد؟ اولا حق طبیعی خودشون هست که باید بیان اظهار نظر بکنن، هر نفر و همون نفری که در واقع خودش سواد سیاسی اجتماعی نداره، فکر میکنه بازیگر مملکتش هم به میزان خودش در واقع از حقوق که متعلق به او هست بی خبره. این سخت گرفتنه به ضرر شما تموم نمیشه نظر مالی؟ اگر توی راهی که دوستش داری شکست بخوری خیلی لذت بخشه. من که نرفتم مثلا یه شغل دیگه انتخاب کنم، من دقیقا همون شغلی رو انتخاب کردم که همیشه آرزو داشتم و توی همون شغلی موفق هستم که همیشه توی آرزوها و دعاهای من بوده. دیگه فکر کنم شکست توی راهی که
دلیه اصلا بی معنی شما میشه. که آقا شکست نخورید ماشاءالله حامد بهزاد این جایگاهتون مشخصه. شما راجع به آزادی بیان صحبت کردین ولی خب خیلی وقتا آقایون مسئولان و دولت مردم رو بر نمیتابن، بعضی وقتا حتی مردم خودمون هم بر نمیتابن. نمونهش سرکار خانم لیلا حاتمی که صحبتی کردن توی جشنواره برلین و قوقا شد. راجع به لیلا حاتمی صحبت میکنید. To express my deep anger and sorrow for at the way proposer were treated in Iran recently. Protesters. yes, and it's a shame that in my country people can protest only at the value of their lives. So, for the first time, I want to intervene as a political statement. صفحه شخصیم به معنای در واقع همین که هر کدوم از ما حق اظهار نظر داریم. از طرفی آقای مانی حقیقی دیدم که ازش پرسیده بودن که نظرتون درباره حرفای خانم حاتمی چی بوده، دیدم تایید کرد در واقع بازیگرش رو و پوشش داد. من فکر میکنم که هر کسی حق اظهار عقیده خودش رو داره، صلاحیت اظهار نظر دارن، چون که با همه جور قماش و اخشاری نشست و برخاست میکنن، با جماعتی که در واقع ادبیات میدونن چون ما سرکارمون با ادبیات نمایشیه، با دوستانی که کار موسیقی میدونن، با دوستانی که جامعه شناسن و مرتبطن با افراد موافق خودشون در رتبه‌های بهتر علمی، شهرشون رو میشناسن، کشورشون رو میشناسن، در واقع دروغ از راست هنرمندا تشخیص میدن و میفهمن که کی داره دروغ میگه بهشون، کی داره راست میگه، و به همین دلیل شاید اونا هنرمندا بیشتر از هر کسی حق اظهار نظر دارن، چرا که میفهمن توی کدوم جایگاه اجتماعی داره به مردم دروغ گفته میشه و به خاطر مراودات زیاد اجتماعی میتونن مردم رو آگاه کنن از سهم و حقوق اصلی خودشون. من یادم میومد که خیلی بی دلیل بدتر با مردم برخورد میکردن، اما الان به نظرم یک کمی بهتر شده، فضا بازتر شده، به گفتگو نزدیکتر شده و فکر میکنم که بازم باید بهتر بشه. حق ما تو دست آقایونه و باید احترام ما برگردونده بشه، حق علل خصوص درباره خانوما. اینجا اون حقوقی که باید زنان ما ازش برخوردار باشن ازش برخوردار نیستن. اگر که بخوایم مملکت خوشبختری داشته باشیم، حتما باید زنان ما از همه زنان و خانم‌های این مملکت باید از احترام بیشتری برخوردار باشن، که الان اون نسبت به نظر من کمه. من به عنوان یک هنرمند که 18 ساله تو این سینما فعالیت میکنم و از خب تجربه‌ای برخوردارم نسبتاً، چون زندگی دارم میکنم، فکر میکنم که حقوق زنان به اندازه مکفی در ایران رعایت نمیشه. نکته خاصی هست راجع به حقوق زنان که خیلی به شما فکر بکنیم، این که مثلا تو این بخش واقعا حقشون تضییع شده؟ جامعه ای رو که به زنان و مادران احترامش برگردونده بشه، جامعه ای پیشرفته و بهتری میدونمش. آها، اون چیزی که در رابطه با خشم پرسیدی، فکر میکنم خشم جامعه ما یه بخش به شدت عمدهش در واقع منتج از خشونت علیه زنانه و بولتن خاصه امروز زنان که خیلی تو فضای مجازی راجبش صحبت میشه، همین عدم ورودشون به ورزشگاهه، که خیلی دوباره خیلی از هنرمندای خانم و حتی آقایونمون هم پست گذاشتن اعتراض کردن که چی؟ که آقا چرا اجازه نمیدین زنان ما بیان وارد ورزشگاه بشن؟ اونم به زود اتفاق میفته. بعد این توهین به آقایونه که میگن که فضا برای خانم ها زشتی، حرفا کدومه؟ آقایون این مملکت همه با شعورن. اگرم شما همچین نظری درباره شون دارین، خب بیاین جامعه رو لبریز از تربیت و پرورش کنید. میگن که آقا مثلا خانم ها میرن ورزشگاه، آقای رو فحش میدن زشته. خب بعدا آقایون وقتی چشمشون به نوامیس خودشون بیفته حتما این کارو نمیکنن. نکته خاصی هست راجع به حقوق زنان که خیلی به شما فکر بکنیم، این که مثلا تو این بخش واقعا حقشون تضییع شده؟ شما تو دادگستری ها تشریف ببرین،
یه آمار خیلی خیلی سرانگشتی که بگیرید مشخصه 15,000 دختر زیر 15 سال بیوست توی این مملکت، فاجعه است. همین چند وقت پیش خانم ترانه علی دوستی هم بله. توی نمیدونم توییتر کرد، توییت کرد و اعلامش توی توییترش اعلام کرد. بله و اتفاقا مسئولان گفته بودن که مثلا ما چند هزار دختر داریم که مثلا بالای 30 خورده سال اصلا که ازدواج نکردن. ترانه علی دوستی به این اعتراض خب میکرد. اونم بده اینم بده. با توجه به تیپولوژی شما، طرز تفکر شما، این که شما رفتین روی استیج جشن منتقدان و جایزتون رو به شهید محسن حججی تقدیم کردین خیلی چیز شد. همونجا هم گفتم که من با هر جنگی مخالفم، همه هنرمنده و همه ما بله. چه کسی بیاد تو کشور ما به جنگ، چه ما بریم یه جای دیگه به جنگ، من مخالفم و اعلام نظر میکنم که من با این مخالفم. اصلا من با جنگیدن با جنگ مخالفم. شما تو جنگ مخالفین، من دیگه این راهم مخالفتم رو اعلام میکنم. چه کسی در سرزمین به جنگ و چه این که اگر ما در سرزمین دیگه رو به جنگ من فکر میکنم که باید همش صلح باشه. ابنای بشر میتونن کنار هم دیگه زندگی مسالمت آمیزی داشته باشن و میشه که به خاطر اختلاف نظر و اختلاف عقاید نجنگید. آقا تو شب جشن منتقدان تو حضرت رد نشدیم یه اتفاق افتاد، یعنی یه حاشیه ایجاد شد که باعث دلخوری جمشید مشایخی شد که بعد شما از ایشون حمایت کردین توی صفحتون در واقع و توی گفتگوهایی که داشتین از جمشید مشایخی به عنوان پیشکسوت یاد کردین. یادم یه گفتگوی داشتیم با شما افتخار داشتم تو روزنامه همشهری که راجع به عنوان آقای بازیگر حرف زدیم که گفتین آقا به نظر من آقای انتظامی جز به 10 بازیگر اول تاریخ سینما ایران هم نیستن. به خاطر همین از جمشید مشایخی شما اون شب حمایت کردین یا نه داستان خیلی فراتر از این حرفا بود؟ در زمانی که محمد علی فردین تو سینما بوده آقای انتظامی هیچ جا نبوده. آقای عزت‌الله انتظامی خیلی دیر تو سینما میاد و توی جهان تئاتر بوده و توی نشانه‌شناسی‌های بعد از جمهوری اسلامی ایران خیلی بیشتر به اینها توجه و عطف نشون داده شده، ولی توی اون سینمایی که اصلا مردم خیلی هم بهش توجه نمی‌کردن و فقط به واسطه آقای فردین بعداً شور و ولوله‌ای توی جامعه اتفاق افتاد، آقای انتظامی تو اون سال‌ها حضور خارجی نداشته اصلا و اینا فکر می‌کنم که با یه طرز تفکر و گرایش‌های سیاسی کار تئاتر می‌کردن. درسته. مثلا دورور آقای غلامحسین ساعدی و اینا هم بودن و شاید هم نمی‌دونم یک سری از احزاب‌های سیاسی دیگه بودن که فعالیت اجتماعی سیاسی فرهنگی می‌کردن، اما فکر می‌کنم فردین عین غلامرضا تختی اینا فکر می‌کنم خیلی مردمی بوده، خواستگاهشون خود مردم بوده، خیلی مردم دوستشون داشتن و تو قلب مردم جا داشتن. الان بعد از گذشت 40 هنوز مردم هنرمندای خودشون رو خیلی دوست دارن، مثل فردین، آقای ملک مطیعی، آقای وثوقی و امثال هم و اینا، طور خانم چه میدونم پوروزان، خانم پوری بنایی و دیگر هنرمندای اون دوران حضور ذهن ندارم. اینا هنرمندایی که خواستگاهشون مردم بله مردمی بوده. بله مردمی بودن اینا خیلی زیاد. بعدن آقای انتظامی اونم وارد یک حوزه دیگری از سینما میشه که فکر میکنم برمیگرده به باز هم آقای ساعدی و آقای مهرجویی. خیلی از خودش استعداد نشون میده، اما اون جایی که فردین هست که اصلا ایشون نیست. بله. جز این مورد من هیچ انتقاد دیگه به آقای انتظامی ندارم. درست. ولی اگر بخواید آقای انتظامی رو با خودش مقایسه کنید، به راستی و به حق یکی از بهترین بازیگرای تئاتر و سینماست. یعنی اگر شیوه و متدی رو حتی به عنوان یک بازیگر در جهان شخصی خودش ماها از کسی یاد گرفته باشیم، آقای انتظامی اون رو میتونم بگم که دخیله. به شدت بازیگر برجسته با فن بیان بسیار عالی، تکنسیان به شدت عالی، یعنی تو رده های بالاست. اتفاقا برای همینم میگم توی اون 10 تخفیف میدم و عقب نشینی میکنم.
ولی آقای بازیگر کی هم چی اتفاقی افتاد؟ بعد از انقلاب؟ بعد از انقلاب که قبول نیست که. شما در موقع این لقب، در دوران این لقب گرفتی که فردین و بهروز ممنوع کار بودن؟ اصلا قبول نیست، نامردیه. البته خود منتقدا و دیگر دوستان نویسنده و اهل قلم خودشون، من اینا رو این کد رو از اونا گرفتم، اینا خودشون این کد رو دادن، یعنی من فکر نکنید که فقط نگاه شخصی منه. درسته، در رابطه با اون عنوان آقای بازیگر. چون خیلی سال بوده که و آقای انتظامی با آقای مهرجویی کار کردن و خود شما هم با آقای مهرجویی خیلی کار کردین، دوست دارم که تعریف داریوش مهرجویی از ذهن و زبان حامد بهداد رو بدونیم. ایشون یه فرد و عارف خردمند و دانایی هستن که در واقع کابل آگاهی و معرفت روی پیکر و وجودشون افتاده و با تولید فیلم های به شدت انبوه و عالی سطح آگاهی رو برای مخاطب ها بالا بردن و با شعور فوق العاده خودشون سرریز کردن اون شعور و معرفت رو داخل محیط و ایران برای مخاطب های سینما. یه جوونی ظهور کرد به اسم نوید محمدزاده تو این چند سال اخیر. خیلی جاها تو مطبوعات بین اهالی سینما هم میگفتن که این نسخه و ورژن جوانتر حامد بهداده. خودتون وقتی که نوید محمدزاده رو اولین بار دیدین چقدر این حس به خودتون تلقین شد؟ و بعد اینکه نقطه شباهت شما دو نفر اینه که هر دوتون از یه شهری خارج از پایتخت رسیدین به این اوج، به این در واقع از جایگاه و شهرت و در واقع این جایگاه اجتماعی، خودتون چجوری تحلیل میکنید؟ اولی خودخواهانه است، اگر کسی بخواد موفقیت دیگران رو به خودش نسبت بده. درست. این که من فکر کنم اون شبیه مثلا من یا دیگری است، این از خودخواهی من و دیگرانه. موفقیتش رو صدقه سری خودش داره، اما جایگاه و یا خواستگاه اجتماعیش میتونه تا یه حدی شبیه باشه. آقای بهداد، شما توی این یکی دو سال اخیر خیلی پای یه موضوعی ایستادگی کردین. من میخوام فقط مفهوم این کار شما رو در واقع بدونیم و واسه مردم تشریحش بکنین. سر فوت آقای کیا رستمی شما دیگه کوتاه نیومدین. اولش همه داغ بودن، همه اعتراض کردن، ولی دونه به دونه ما دیدیم که آدمو دارن از میدون خارج میشن، ولی شما همچنان روی این موضوع ایستادگی میکنین. آیا شما خصومت شخصی با پزشکان دارین یا نه هدفتون از این جنگیدن و این اعاده در واقع حق و حقوق جامعه اینه که یه پیامی رو به گوش مردم برسونید؟ مفهوم طبابت جاشو با تجارت عوض کرده، به هر بیمار به شکل یک موقعیت مالی و اقتصادی نگریسته میشه. از مردمی که رفتن تو بیمارستان و باهاشون بد رفتار شده برید بپرسید، از تک تکشون، که چه بی‌حرمتی ها دیدن و چگونه پولشون و ثروت اندکشون مکیده شده و هیچ نتیجه ای هم نگرفتن. وقتی مکانیزم از بالا بد طراحی شده باشه، امکان این که پزشک هم به ورطه خودخواهی بیفته و از قانونی که به نفعش طراحی شده سوء استفاده بکنه هست. من همیشه فکر میکردم که یک ایرانی ممکن نیست که به هموطنش خیانت بکنه. فکر میکردم که محال یک وطن پرست، یک ایرانی به چشم تبعیض طبقاتی مثل یه آدم ریسیست به هموطنانش نگاه بکنه. متاسفانه دیدم که رفتار برخی پرستارها و پزشکا با بیماراشون چطوریه. راستشو بخواید پزشکا رو هم قربانی میدونم. نظام پزشکی همه ما رو قربانی کرده با تعیین غلط وضعیت بیمه و خدمات درمانی اجتماعی که برای شهروندا در نظر گرفته شده و هیچ کدوممون هم درست از اون برخوردار نیستیم.
نه من این ضایعه رو فراموش نخواهم کرد. و آقای کیارستمی به شدت به درد ما میخورد. الان در این زمانه ای که همه جا رو خشونت و ظلم و تاریکی فرا گرفته، این هنرمند برجسته میتونست در واقع به ما کورسوی از امید بده که خیلی معدل ایران رو در جهان بالا برده بود آقای کیارستمی از همه بیشتر. الان میدونم که فقط خود پزشکا میتونن این وضعیت رو درست کنن، خود اطبا، فقط اونا هستن که میتونن با در نظر گرفتن وجدانشون این جامعه رو دوباره شیطان و اهریمن خودخواهی رو به عقب برونن و اخلاق، خوش اخلاقی، مهربانی و صداقت در کار رو به حد غایی افزایش بدن. و الا من یک سوالی از شما میپرسم، به نظر شما پزشک معالج آقای کیارستمی میخواسته آقای کیارستمی رو بکشه؟ قطعا نه. میخواسته که آقای کیارستمی بمیره؟ نه قطعا. میخواسته که اونو معالجه کنه؟ میخواسته که کیارستمی زنده بمونه؟ به نظر من هم همینطوره. بله. ممکنه یه اشتباهی اتفاق افتاده یا صورت داده، حداقل عذرخواهی کنی. عذرخواهی نکن، بگو متاسفم. من مطمئنم تمام تلاشش رو کرده. مطمئنم. بله. متاسفم. توی کامنتایی که من اعتراض میکردم به مرگ آقای کیارستمی و قصوری که رخ داده بود، بله، پزشکا و این دانشجوها مینوشتن باشه آقای بهداد گذرت حالا به بیمارستان میفته. تهدید کردن یعنی شما رو. نه تهدیدش مهم نیست، طرز تلقی خودش از خودش رو ببین. بله. ببین خودش رو چجوری میبینه. سر فوت جناب آقای کیارستمی بحث خیلی بالا گرفت. آقای مهرجویی عصبانی شدن روی استیج، روی صحنه فریاد زدن. نه من عصبانی هم از این بیسمتی مظلومیتی از این هقار همی چیزی ایمان ما شده پای من بزنی کنیم که سالها قرنها نیمه کره زمین رو حکمرانی می کردیم با فسفر و صفا ما آدم هایی بودیم که شنی بودیم تو دنیا از جراحان ما توی این 8 سال گذشته بهترین اعمال رو انجام دادن. داریوش مهرجویی استثنایی، روح و قلبی پاک و ناخودآگاهی به شدت آگاه، و اون رفتار و اون ریاکشنی که شما از آقای مهرجویی دیدین اون از ناخودآگاهش میاد، ناخودآگاه پاکش میاد، به خاطری که به هر حال این اتفاق متاسفانه، این ضایعه اتفاق افتاد، رقم خورد. ما مهمترین شخص فرهنگیمون رو از دست دادیم. اینم بیمارستان جمعه که ازش داریم رد میشیم. میومدین شما سر بزنید آقای کیارستمی؟ بله همیشه. یادم 13 فروردین همون سالی که فوت شدن، من از ترس منحوس بودن 13 اومدم پایین بیمارستان، تو ماشین خودم یه سازم بردم و تو همینجا جلوی این بیمارستان شروع کردم ساز زدن تا بتونم با ایجاد روح زیبایی که خود زیبایی رو منتشر کنم به سمت هر چی یا هر جا. جلوی در همین بیمارستان عکسی منتشر شد از شما و نوید محمدزاده. نه اونجا بود، اونجا تو این پارکه بودیم. بریم بچه ها جلوتر. اونجا تو این پارکه بود. تو این پارکه. آره. از اون روز به ما میگین؟ آره اینجا چی جوری جمع شدین؟ یا با هم قرار گذاشتین که بریم به عنوان اعتراض؟ دوستان خانه سینما موافق نبودن که ما بیایم اینجا تجمع کنیم. بله. و گفتن این کار درستی نیست. یکی از دوستانی که مخالف بود باران کوثری بود، گفت این رفتار پسندیده نیست. ولی علی‌رغم همه حرفو من اومدم منم واسدادم و برای حدود یک ساعت و نیم ساکت توی این پارک کوچولو ایستادیم به نشانه اعتراض و یه پلیسی هم اومد به من گفتش که آقا از شما بعید اینا یه مش لومپنن. حالا همه سینماگرا و بچه باسوادا و دانشجو و دانش همه میگن راجع به فعالیت‌های موسیقیتون اگه لطف کنید با ما بگین که الان تو چه مرحله‌ای قرار داره. یه گروه تشکیل دادیم. بله ببخشید من از حرفتون اومدم. اختیار دارید قربونتون برم. آره با
آقای فیاضوف یه گروه تشکیل دادیم که مشغول اون هستیم، روی چند تا از اشعار حضرت حافظ آهنگ و ملودی گذاشتیم، تنظیمش کردیم و مشغول میکس و مسترش هستیم. قراره که اتفاقای خوبی بیفته، یعنی ممکنه بخوایم اینو ارائه بدیم. آره ممکنه بخوایم اینو اجرا کنیم، ممکنه بخوایم در قالب سی دی و کلیپ و اینها ارائهش بدیم و اون سبکش هم تقریبا راک و بلوز محسوب میشه تا حدی اون گرایش رو داریم. خوش اومدیم به بخش دوم برنامه ریاکشن با حضور حامد بهداد. مطمئنم که از صحبت‌های جذابشون لذت بردین. آقای بهداد، ما توی این بخش 10 تا از بهترین آثار سینمایی شما رو، البته به انتخاب خود بچه‌های تی وی پلاس، انتخاب کردیم. توی LCD مون نمایش میدیم و هر نکته، خاطره، هر چیز جذابی که راجع به اون فیلم تو ذهنتون باشه، اگه لطف کنید با ما بگین که دم نخوره. بهداد بس دیگه، دم نخوره. ننه سینشینو سینجیم اوکی دیونه عملی مثل خر میمونه، فقط فوتبال میفهمه چی و تریاک، دیگه از این خونه رفتنی یا بهداد. خب اون وقت چطور میخواد چوسی شوهر 10 سال از خودت کوچیکتره بیا؟ ها میم اسلیپ خماری پف پف. نه بفهمید قربان درباره این راجب بوتیک. خب دیگه الان با از دیدن تصویر گلشیفته فرهانی یهو فکر کردم که خب جاش خیلی تو سینمای ما خالیه، ای کاش که گلشیفته نرفته بود، ولی فکر میکنم حالا داره دنیای دیگه رو در سینمای اروپا و آمریکا تجربه میکنه. اگرچه گاهی اوقات نقش ها کوتاه هستن، ولی حتما یه اعتبار و یک جهان دیگری است. خوشبختانه یا متاسفانه بازیگر خیلی خوبی بوده هست، ولی از سینما ایران کم شد، کسر شد. این از بوتیک. بله. ولی تو ایران بود موفق‌تر نبودن خانم گلشیفته فرهانی؟ الان دیگه فکر کنم خیلی دیگه تو اوج بودن، تو ایران بودن. اون موقع هم که بودن که بودن، ولی خب من نظر برعکس دارم. به نظرم اگرچه که اونجا سخت‌تر بهش میگذره و نقش‌ها رو با رنج فراوون به دست میاره و اجرا میکنه، و چون لابیرنت‌های سینمای اروپا و آمریکا خیلی پیچیده است، اما فکر میکنم به هر حال به عنوان یک ایرانی یه نمایندگی از طرف ما داره، گرچه که دیگران و یا برخی‌ها ممکنه مثلا دوستش نداشته باشن، ولی ما هم کارمون رو خیلی دوست داریم. دم شما گرم. آقا فیلم بعدی فیلم کافه ستاره. از مامان اجازه گرفتی اومدی بیرون؟ نه نزن یک بده کسیم بر بچه برو سر خونه زندگی، هرچی خوردی پروندش. من آدم شدم. اون ایام دنبال یه نقشه میگشتم که در واقع روبروی فیلمای بوتیک و این زن حرف نمیزند بذارم. بله. فکر میکنم یه لطفی این نقش داشت که متفاوت میکرد کارنامه منو، و خاطره همکاری بود با سامان مقدم و دیگر دوستان، و اینکه شاروخ عزیز اینجا توی این فیلم دست شاروخ برید.
همونجا لب پنجره ماشین. من شیشه رو که شکستم وسط بازی دیدم که دستای شاروخ داره خون میاد. سامانم به من گفته بود، سامان مقدم گفت حلقه آخرمه، هر جوری که میتونی بگیریم. ما این فیلمایی که انتخاب کردیم هر کدومش که جزو تاپ 10 های خودتون نیست به ما بگین، مثلا میگم مثلا جزو 10 تا کار اول من. دیگه شما تاپ 10 شماست دیگه، من آره. ولی نگاه میکنم دیگه لذت میبریم با شما. درست دارید. فیلم دلخون. عاشق اون لحظه ای هم که توی کل فیلم، بله، عاشق اون لحظه ای هم که دمپایی از پای اعدامی جا میمونه و اون برای فقط یک لحظه زندگی رو بیشتر خریدن، برای یک لحظه، برای یک دم میسته که زمان رو، زمان برای او کشدار بشه. بله. در حالی که یه قدم اون ورتر قرار بمیری، میخواد که کفش یا دمپاییش رو دوباره پاش کنه. این فیلم، سر این فیلم به من دیپلم افتخار دادن. بعد من در اون ایام فکر کردم که این برای من کسر شأن، من دیپلم افتخار یعنی چی؟ من باید سیمرغ بگیرم و اینا. اشتباه کردم، نرفتم توی سالن مراسم اختتامیه. باید میرفتم دیپلم افتخارمو میگرفتم و تشکر میکردم، همونطور که خسرو شکیبایی عزیز در عنفوان خسرو بودنش، همین چند وقت پیش از فوتش بهش دیپلم افتخار دادن و رفت صحنه رو بوسید، اومد پایین و تشکر کرد. فکر میکنم من باید این کارو میکردم. این اتفاق واسه امین حبیبی هم امسال افتاد. خب که دیپلم افتخار دادن، چون که همه میگفتن که سیمرغ قطعا میگیره، رفت روی استیج ولی رو هیچ صحبتی نکرد. خسرو شکیبایی از عنفوان جوانی سینه سوخته بود، ما هنوز جوونیم. درسته. آره. یعنی شما میگین که کاش میرفتم و اون شب جایزه ها میگرفتم. هیچ مشکلی نداره. باید تشکر کرد و اومد پایین. ما هم از اون بریم فیلم بعدی. نه زن نگرفتنت، نه بچه دار نشدنت، هیچ کدوم تقصیر اون استاد آلمانیه و تقصیر اون دختر سیب زمینی پشندی و بیشوهری خواهرت نیست. خودت شلمنشلی بودی، هم خودت شلمنشلی بودی، هم از اونایی بودی که زیاد سرویس میدن کمتر سرویس میگیرن. گذاشتم جلو دستت که هم از خماری نمیری، همم بفهمی با خودت چند چندی. فکر کردی اگه به من خماری بدی من میمیرم؟ من میمیرم؟ فکر کردی من میمیرم؟ نه، من زاپاس داشتم، من زاپاس داشتم، زاپاس، من زاپاس دارم. بفهم. خب این واقعا جز فیلم ها و بازی های مورد علاقمه. و اینکه همون سالی بود که نوید محمدزاده به خاطر عصبانیستم کاندید شده بود. بله. منم همینطور، رضا عطاران هم همینطور، آقای فخیم‌زاده هم همینطور و یک نفر دیگه. و من تصمیم داشتم که اگر جایزه‌مو بگیرم حتما نوید و صدا بزنم، اما خب فرصت از من دریغ شد. جایزه رو رضا گرفت، رضام در جریان نبود، بعدا جایزه شو داد به فرستاد برای نوید. بله. اما من فکر میکنم که حمید نعمت‌الله یکی از بهترین فیلمسازهای ماست و زبان سینماش خیلی غنیمته و چه خوب که داریمش. و فکر میکنم که بازیگر حمید نعمت‌الله بیشتر منم تا بقیه. خیلی کار ما. آره، با هم دیگه تاسمون میشه. جفت میشینه. بله. بله. برعکس اون تاسی یک و دوی که تو زندگی برای ما خیلی نشسته. نشسته دیگه آقا، خدا رو شکر. خدا رو شکر. بریم آقا فیلم جرم. بعد این دیگه با هم راحت سر می‌کنیم. دیگه اون فرشته در به در و ملیری میگم زحمت کشیده و تنها رو تو دلت زخم نمیزنی. دیگه تای نگاه، تای دلت روم سنگین نیست. دست 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 Ugh.
به هر حال افتخار آشنایی با آقای کیمیایی منجر به همکاری در دو تا فیلم شد. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه این اتفاق افتاد، ولی بخل و در واقع حسد ورزی تازه آقا داشت همکاری شما آقای کیمیایی بله. میوه میداد تازه بله. شما اینجا سیمرغ گرفتید بله. بعد همه چی داشت خوب پیش میرفت. آره پولاد به نظر من رابطه منو با استاد کیمیایی خراب کرد و فکر کنم که همین دوتا فیلم کافی بود و خوشحالم که صدای آقای جلیلوند هم روی تصویر من هست. افتخاریه. همیشه یه شما بله. هستن. به هر حال بر همگان روشنه که آقای کیمیایی چه تأثیری بر سینما گذاشته. چه تأثیری خوب. کاش این ادامه پیدا می‌کرد همکاری شما. فکر کنم که کافی بود تا همینجا. بفهمید. نصیب کردی. من یه سی بعد حرف بزنم یا تو لحظه مذاکره بدم من بچه نیویورک باشم بچه خود نیویورک باشم بفهمن. آره کریزی؟ ها؟ اصلا من اگه سی حرف بزنم که حرف بزنم. It's none of your business. It's none of your business. بیا حالا دیگه. ها همونه بابا. بیا. بیا. بیا بابا. چه دیر کردی تو؟ چه دیر دیر کردی؟ ترافیک بود لاواس. ترافیک نداره اینجا بده بیا. بیا. بیا بابا. عمدن آوردم تو اینجا. واسه سه تا چیز الان فایده داره. یکی که این گروهی که میخوام بهتون معرفی کنم هم پاس داره هم ویزا داره هم مجوز داره. اصلا فری سه سال پیش خودم با اینا رفتم لندن. اینا میدونن من لندن اینه کف دستم هستم. لندن چیکار میگی؟ آره بگم. یکی این که اینجا من واسه شما الان 2000 نفر 3000 نفر 10000 نفر تماشاگر واسه تو میذارم اینجا که بیان موسیقی لایو شما رو نگاه کنن. پولتون و دیویدش همش در بیاد. سومی که یه موتوری بی سرپا که شما به اتفاق خوب میچسیش میخوام الان هنرش به شما نشون بدم. فهمیدین یه ذره قیافش هم شبیه مالون براندو. بیا نگاه کن ببین چی تو یه وقتی من که موتوری دستم نگی دستم نگی شما. اما لندن من لندن اینه کف دستم میشناسم. ببینید ما بهمن قبادی رو از دست دادیم. بهمن قبادی یکی از بهترین فیلمسازاییه که من باهاش کار کردم و اینکه من بعد از بهمن خیلی صدمه خوردم. داشتم با بهمن کار میکردم و قرار بود همین تیم ادامه پیدا کنه و حیف شد دیگه. با این فیلم ما رفتیم کن. بله فکر کنم سال 2009 بود ما رفتیم کن در دیگه بهمن بر نگشت. اما به رئیس هیئت داوران توی جشنواره ابوظبی عالی جناب عباس کیارستمی بودن که من به خاطر این فیلم جایزه اون فستیوالو بردم. جایزه اون شبو بردی. بله. اینم که آقا محشریه به اسم روز سوم. برادو! آناکو! لطفا بسون. سمیرا بینید. والله میخوشم. یه موثر خارم تک 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 کنم. کسافت. بشین سر جات اگر نخودم میخوشم. برادو! سمیرا حبی. یعنی مال منه. اما ولی بیای جلو میکشم. رضا تو نیا نیا رضا حمیر مومیام مومیام یاد این صحنه افتاد. آره ببین اینم زحمت باران بود. خیلی خیلی باران و برز و ارجمند لطف کردن اینو برای من هماهنگ کردن که حسین لطیفی رو ببینم. آره خیلی خوب بود. بعد دیگه چه تجربه عجیبی بود. یه فکر کنم مثلا اوج انرژیم بود دیگه. بعد ازشون شد که ندیده گرفتنش دوباره تو جشنواره. تندیس حافظ شما برنده شدیم بابت این. آره علی معلم خدا بیامرز در واقع اولین جایزه داخلیمو که توی این گرده همایی‌ها و جشن‌های داخلی پیش اومد اونو علی معلم کمک کرد که جایزه‌شو بگیرم. جایزه بهترین بازیگر مرد به خاطر حرکت ظریف بر روی مرز بین شخصیت مثبت و منفی و بدون تظاهر و اغراق تعلق میگیرد به همون که مرتب صداش میکنیم. حامد بهدار. حامد بهدار. اتفاق خاصی افتاده بود یا نه لحظه رو که دیدین با
واسهتون تداعی کننده اسم خاطر دیگه خود نه خود فیلم تحت تاثیر آدم قرار میده بعدم آره خب لحظه قشنگی خیلی فوق العاده است و باران کوثری که آره خیلی فوق العاده است این لحظه باران سعادت آباد علی جان دکتر داری میری زشته که اینجوری داشت خوش میگذشه نمیذارم بری محسن خیلی بی‌معرفت به جون دخترم رو هم خبر نداشت فکر کردم لاله مریضه میدونه یاسی خانم خدا ازت نگذره من حلاله دارم دکتر نه دکتر علی بزر کامش بری بینی بابا معلومی سریع جا بمونه چی پیش میاد کی گفت این بیاد اینجا وقتی بادارم آروم مو تو نمازش میکنه طبیعت وجود تو آقا سعادت آبادم جزو فیلم های درجه یک شماست آره بهتر فیلم مازیار میریه به نظرم واقعا و اینکه خیلی هم خوشبختم از همکاری با همه همکارام خاصه خانم لیلا حاتمی که افتخار همکاری توی سه تا فیلمو با ایشون داشتم بله و تجربه خیلی خوبی هم بود اون سال ترجیح میدادم که در واقع اون سال به خاطر جرم کاندید شدم جایزه گرفتم ترجیح میدادم به خاطر سعادت آباد این اتفاق بیفته بله این جایزه رو میگرفتید؟ بله مواد جو فیلم بعدی ببینیم بیزحمت خودم خریدم از فرازی هم خریدم از دست فروش چیزی نگیری برداری بیاری تو زندگی من اینا میخوان یه سری رو اخراج کنن نیروی جایگزین ندارن میترسن من که اخراجم نشم هم خودم میرم اما شما اونو بازی تو بخور این موبایل رو بگی بهش بده خیال خود راحت کن دیوونه است یه بار که دیه دادی میفهمی وقتی دعواشو بعد دستو بکنی تو جیبت خلاص کنم خودت جواب بده زنگ بزن نیروز میسازه تازه واسه که هم جواز کست هم باطل میشه همین الان وانتو بفرست موبایل مگه بعد ندم خفه شو برو آقا برای چی باید تمدید نمی کنن چیکار کردی چی بابا میگم بود دست فروش زده بند چقدر از خانه دارت مونده سه ما پیش بستم یه ما اونیم دیگه مونده اینم که صد مبر آره اینم فیلم آخرمه که بازم افتخار همکاری با باران کوثری عزیزه و واقعا خوشوقتم از دوستی و رفاقت با آقای محسن قرایی امیدوارم که ادامه پیدا کنه و خدا بهش برکت آینده بده آینده خوبی هم داره احتمال خیلی زیاد احتمال نه دیگه این خود آینده است دیگه این یه فیلم خیلی خوبه و محشر سعد معبر من فکر کنم شما خیلی واسه این نقش هم سختی کشیدی فکر کنم آره من توی این فیلم به خاطر اینکه زیاد لاغر شده بودم بله من توی آرایش غلیظ 92 کیلو بودم و توی این فیلم فکر کنم 75 کیلو شده. خواسته خود آقای قرایی بود. بله. که لاغرش. بله. شما یه ویدیویی روی صفحه اینستاگرامتون منتشر کردین که مربوط به کتک زدن یه دست فروش بود. اون لحظه که داشتین اون فیلمو می‌دیدین توسط مامورای سد معبر داشتین اون فیلمو می‌دیدین چه حسی داشتین؟ و گذاشتین حتی منتشرش کردین و بازنشرش کردین. خب بالاخره من فکر میکنم این که مجرما و زندانی ها رو میارن و با چوب و چماق به جون دستفروش ها میفتن صورت خوشی نداره برای شهرداری یا ارگان های دولتی نیمه دولتی چون این بنده خدا ها پیمانکارن و بالاخره باید یه فکری به حال این اتفاق بیفته باید چون تمام این پدیده ها به وجود میاد و بعدا مدیریت میشه شکل میگیره تو دل شهر و جامعه خب فکر نمی کنم خیلی چیز پیچیده‌ای باشه حتما میشه که برای دستفروشا هم قوانینی یا جهتی رو تعیین کرد که بشه مدیریتش کنن بریم آقا جان 7 دقیقه تا پاییز کجا میخوام نباشه بی تو خیلی برام بهتره راحت ترم هر ما با هم بزرگ شدیم هر ما با هم زندگی کردیم
کدوم گوری میخوای بری؟ پرواز اینجا نبودی، الان هم نیای. سارا تولدش، تولدش نیست، تولدش نیست. تو به خاک سارا قسم بسمان یه بره، من دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینم. نمیخوام این چه حال کنم فراد. میدونم تولدش، تولد ساراست، من نمیخوام نه تو هیچی رو خواه کنی نه من. چرا به من نگفتیم که رب این کار کردیم؟ چرا نگفتیم؟ چرا به چرا من نگفتیم؟ یه من حتی به عنوان یه آدم نالایق، من به عنوان بابای بچهش به خاطر شو کردی. من چه میدونستم تو از زندان اومده بیرون دیوونه؟ به خاطر تو رفتیم، به خاطر بچهت رفتیم، به خاطر اینکه حق تو بگیری چی کار میتونستی بکنی؟ برای چی میخواد به من طلاق بگیری؟ برای چی میگه احزاری برات میاد؟ این دیوونه شده میخواد طلاق بگیره، گو خود میخواد طلاق بگیره، نمیخواد طلاق بگیره، دوست داره. همه اینا برای زندگیته. چی فکر میکنی؟ فکر میکنی زنی چی کار کرد؟ وای فرهاد خدا، من باش رفتم، من با من با مریم رفتم خاطر این بوده که این زندگی جمع شه. خب من نمیخوام هیچی خواه کنی. خب خب بلکنی ما رو، بلکنی ما رو، این تولد سارا رو بگیری. اینم سکانسی بود که دیگه نشد که شما هدیه تهرانی با هم کار بکنید. همین یه دونه خوبه دیگه. آره امزه یه فیلم سینمایی میارزه. آقا ما 10 تا فیلم برگزیده شما نگاه خودمون رو با هم دیدیم و خیلی متشکرم و خدا رو شکر که یه چیزایش رو خودتون دوست داشتین و حالتون هم بذاره عوض شد. افتخار دادیم به ما اومدین توی اختیار داریم، مخلصیم، خیلی ممنونم. قربونتون برم واسه سال 97، هر آرزویی که واسه مردمتون دارین بفرمایید و تم. امیدوارم که سالی پر از آبادانی و امید باشه، امیدوارم که حال همه رو به بهبودی بره، امیدوارم که خانواده ها خوشحال بشن از دیدن عزیزاشون، اگر بیمارن، اگر تو زندانن، بدهی هاشون پرداخت شه. امیدوارم که زشتی، افسردگی، غم بره، جاشو به شادی و سلامتی بده. و اینکه به طور عموم به انسان و شهروندان ایرانی، اهم از اهل تسنن و تشیع، ترک، فارس، بلوچ، عرب، کرد، لور، احترام گذاشته بشه و شاهد رشد ایران و ایرانی ها باشیم. انشاءالله به امید خدا. آقا برای بعدی تشکر کنم اول از خود شما که این وقت و این فرصت رو به ما دادیم، بعد از واقعا بعد از مدت ها شکر. دوست داشتیم که این اتفاق بیفته که افتاد، لطف کردیم. چه موقعی هم اتفاق افتاد، خدا رو شکر. دم عید و واسه مردم تشکرم باید بکنم از بچه هایی که واسه این کار زحمت کشیدن، از سعید عابدی، از محمد فنایی، از ساناز صفایی به ویژه خیلی کمکمون کرد که این اتفاق بیفته خوب و خوشگل، و از برند هوم سنترو که در واقع برندی هستش که محصولات مبلمان و در واقع حوزه طراحی داخلی فعالیت میکنن و سعی کردن که این لوکیشن خوشگل واسه ما درست کنن. عالی، متشکرم. ان شاءالله سال بسیار خوبی داشته برای همه. ان شاءالله برای همگی افتخارش واسه هممونه. بهترین آرزو رو برای هموطنانم دارم، آرزوی سلامتی میکنم از صمیم قلبم. قربونتون برم. اگر جایی از این مصاحبه کسی رو میرنجونه ببخشه. نه قطعا اینجوری نیست. خیلی لطف کردید. قربون محبتتون.